شنونده های عزیز، اینک با یک داستان حقیقی دیگر به نام دختر قربانی میراث خدمت قرار دارم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریب و چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و همچنان علامه زنگک را نیز فشار بدهید. و اگر خواستید داستان هایتان را جهت خانش با ما شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا هم fcmedia@gmail.com با ما به تماس شوید. آغاز داستان. دختر قربانی میراث. هنوز 16 سال داشتم. در درس های مکتب خود گوشا و از صنف اول تا صنف دهم شاگرد ممتاز صنف خود بودم. دوست داشتم که تعلیمات و تحصیلات خود را با تلاش هرچه بیشتر و بهتر و پایان برسانم، تا باشد که آینده خوب، شریک زندگی خوب و فرزندان صالح داشته باشم. دختر بلند پرواز، خوشبین، با تنوع و تغییر مثبت در زندگی بودم. و در کل همه اطرافیانم همیشه از زیبایی و خوشبرخورد بودنم ستایش و یادآوری می کردند. در اصل ما از یکی از ولایات نزدیک به کابل بودیم. پدرم در آنجا زمین های زیاده داشت که آن هم از پدرش برایش به میراث مانده بود. اما آن ساحه از کنترل دولت مرکزی به دور بود و مخالفین دولت در آنجا حاکم بودند. پدرم ناگزیر مسئولیت زمین‌ها را به دهقین مربوط سپرده بود که سالانه از فروش محصولات آن مقدار پول هنگفت حصول می‌کردیم و زندگی خوبی داشتیم. در خانه قشنگ زندگی می کردیم و در انتخاب و پوشیدن لباس های خوب سلیقه خاصی داشتم. دوستان و همسنفی هایم همیشه دوست داشتند که خانه ما بیایند، از خانه، طرز لباس ها و طرز زندگی هم همیشه تعریف می کردند. علاقه زیاد به هنر شعر داشتم و گاه گاه هم خودم شعر می نوشتم و این شعرها از جانب معلم و دوستانم مورد تشویق قرار می گرفت. این دوران فراز و نشیب خوش زندگیم تا ختم امتحانات سالانه صنف دهم مکتبم ادامه داشت. درست همان روزی که نتیجه امتحانات سالانه را دریافت کردم، مانند همیشه با هزاران خوشی به خانه خود برگشتم و مثل قبل انتظار تشویق خانواده‌ام را با اهدای تحفه ها و جایزه ها داشتم. اما این بار چنین نبود و انتظاراتم به حقیقت نپیوستند. وقتی خانه آمدم، اوضاع سرد و ناراحت به نظر می رسید. از مادرم پرسیدم که موضوع از چه قرار است و چه اتفاقی افتاده است. گفت که از ولایت مهمان آمده. گفتم خوب، آنها ها همیشه می آیند. ولی چرا همه ناراحت هستید؟ گفت کسانی که آمدند احوال آورده اند که زمین های پدرت را ولسوال منطقه ضبط کرده و دهقان ها را به زور اسلحه از سر زمین بیرون کرده اند. دلیل ناراحتی همه ما همین است. این وضعیت ناراحتی و رفت و آمدها و مهمانداری ها روزها طول کشید. دسته دسته می آمدند و با پدرم در مهمانخانه ساعت‌ها حرف می‌زدند. بعد می‌رفتند. با آسانی پدرم را نمی‌دیدم. همیش مصروف بود.
تا اینکه ناراحتی‌ها و این همه رفت و آمدهای مرموز رازش از مهمانخانه بیرون شد. و نتیجه چنین شده بود که همه زمین‌های پدرم از نزد ولسوال دوباره به دهاقین پدرم واگذار شوند. اما شرط اساسی این است که پدرم مرا به پسر آن زمینداری که موضوع را چنین فیصله نموده نامزد کند. با شنیدن این خبر روحیه‌ام شدید به هم خورد. فکر کردم از آسمان به زمین خوردم و آن همه امیدهایم برباد رفتند و خودم را یک قربانی احساس کردم. هر قدر گریه و ناله و فریاد کردم و بارها از هوش رفتم. راهی شفاخانه و دکتر شدم. هیچ اثری نداشت. دیری نگذاشته بود که فهمیدم حالا دیگر من با شخصی نامزدم. نامزد کسی که اصلا ندیدم و نمیشناسم. حتی اسمش را نمیدانم. اینکه این وضعیت چه اسم دارد، چه حس دارد، چه معنای، فقط درد آن را احساس میکنم. آن هم درد جانسوز. رفت و آمدهای زنان با لباسها و زیورات قیمتی به خانه ما شروع شد. هرچه در بازار بهترین و قیمتترین پیدا می شد را برای می خریدند و می آوردند. خلاصه فهمیدم که تدابیر عروسی در جریان است. آنجا بود که سر و پایم را نمی شناختم و روز به روز انتظار آغاز بدبختیم را می کشیدم. آن هم در یک گوشه از اطراف و مردی که هیچ شناختی با او نداشتم و جمع از کسانی که هرگز از آنها آشنایی نداشتم. محفل شب حنا و عروسی فرا رسید. همه با لباس‌های فیشنی رقص و آواز داشتند. از محفل لذت می‌بردند. بعد از عروسی ساعت 5 صبح روانه خانه شوهر شدم. من خودم را فقط یک مرده متحرک می دانستم و بس. خیلی ها گریه کردم. به نوبت دست به گردن همه اعضای خانواده و اقاربم انداختم و زار زار گریه کردم. گویا که جنازه ام در حال رفتن به سینه قبرستان است. بالاخره ساعت 8 صبح از در خانه پدر بیرون و سوار موتر شده به جانب منظر مقصود روان شدیم. باز هم همه می نواختند و می سرودند. تنها من بودم که قطرات اشک از گونه هایم سرازیر می شدند. و این وضعیت 4.5 ساعت را در بر گرفت تا اینکه به خانه جدیدم رسیدم. خانه خیلی ها بزرگ با جمعیت کثیر از مردم. مانند کالبد به همه جا و همه کس نگاه می کردم. از این جمع هنگفت هیچ فردی را نمی شناختم. همه چهره ها جدید و متفاوت از اطرافیان خودم بودند. آن شب هر مردی و در هر سن و سالی را که با لباس سفید، یعنی پیراهن و تنبان سفید و کرتی سیاه می دیدم، فکر می کردم که شاید شوهرم همین باشد. تا اینکه شب شد و همه کم کم به خانه هایشان رفتند و مرا به یک اتاق تنها بردند. گویا اتاق من بود. یک گوشه دیوار استاده بودم که مرد داخل اتاق شده و با هیبت سلام داده و دستش را برایم پیش کرد. دستهای کلفت و درشت پایین نگاه می کردم. بعد از دست دادن و لمس کردن دست ناگهان سرم را بلند کردم.
مرد قوی هیکل و ریشدار، حدود 40 سال عمر داشت. فهمیدم که تقدیر من بدبخت همین است. اینکه چه حالتی داشتم و چه ترس و وحشت و آشوبی که در قلب و روحم در جریان بود را فقط خودم حس می کردم. بالاخره یک هفته از عروسی ما گذشت. در این مدت غذای آماده برایم می آمد. خانم ها و دختران در سنین متفاوت این غذاها را می آوردند. فکر می کردم آنها همه مهمون هایی بودند که به خاطر مراسم عروسی از دور و نزدیک آمده بودند. مطابق رسوم روز تخت جمی رسید. آن روز بود که با همه خانواده 72 نفری هم آشنا می شدم. و دانستم که این خانواده بزرگ از 3 نسل تا این دم با هم در یک حویلی زندگی می کنند. در جریان هر سال یکی 2 تن از اعضای خانواده به دلایل مختلف می‌میرند، 3 تا 4 تا تازه به دنیا می‌آیند و به نفوس ما در خانواده افزوده می‌شود و هم کسان نامزد می‌کنند، بعضی ها عروسی می‌شوند و می‌روند خانه بخت و بعضی به عنوان تازه عروس به جمع ما می‌پیوندند. سرگذشت ما همه در این جمعیت از همدیگر کم تفاوت داشت و یا هم اصلا فرق از هم نداشت. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و بالاخره سال‌ها پی هم گذشتند. من هم با همه فشار و سختی و دوری از خانواده، پدر، مادر، خواهر و برادرانم به همین گونه 20 سال از ازدواجم را سپری کردم. و در این مدت صاحب 11 فرزند هم از دختر و پسر شدم. پدر شوهرم فوت شد. همه تصمیم گرفتند که زندگی هایشان را طور مستقل به پیش ببرند. یعنی به طور جداگانه به زندگیشان سر و سامان دهند. شوهرم تصمیم گرفت که در شهر کابل خانه بخرد و به کابل آمده و زندگی ادامه دهیم. تازه 2 سال شده بود که با شوهر و فرزندانم زندگی خوشی را حس کرده بودم و فرزندانم مصروف درس و تحصیلشان بودند. و من که با چندین بیماری دست و پنجه نرم می کردم، شوهرم سکته کرده و از دنیا رخت سفر بست. همان بود که همه مشکلات و مسئولیت های زندگی را به دوش من گذاشت. در حال حاضر فرزندانم بزرگتر شدند و بزرگترها تحصیلاتشان را به پایان رسانیدند و کوچکترها تا هنوز هم مصروف پیشبرد درس و تحصیل خود هستند. حالا که هنوز 47 سال از عمرم گذشته است، مانند یک زن 60 ساله پیر شده ام و عالم از بیماری ها نیز دامنگیرم شده است. صرف به امید آینده خوب و خوش برای فرزندانم زنده هستم و بس. شنونده های عزیز، از آن زمانی که این داستان را از زبان خود صاحب داستان شنیدم و آن را در قالب این قصه حقیقی نوشتهام 2 سال گذشته است. تأسف بیشترش این است که اکنون این داستان را خدمتتان پیشکش کردم، تازه 2 روز شده که صاحب اصلی این داستان، شخص اول این داستان، خانم زجر کشیده و ستم دیده، جهان فانی را وداع کرد و به ابدیت پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.